we spend 1,900,000 pounds sterling for telegraph wiring throughout your country. For you bloody people. Your poor government didn't give me one penny. Not one penny, do you understand? My splendid honorable majesty will ask me, and now you destroy everything belonging to the Indo-European telecompany. Of sabotage the tot, you know? But not death by shooting. Death by hanging. Order. Cops up! آخه اینا چی میگن؟ تو چیزی میفهمی؟ هیچی. به حاج حسن فوش میده. پس کار حاجی تمومه. فراش تلگرافخانه انگلیس اطلاع داد و گفت سیمهای تلگراف شما بریدی. شما هم یاقی هست هم راهزن باید کشت. این سیمها رگهای زندگی ما. با دزدیدن اونها ضرر به منافع انگلستان زد. شما حکما اعدام شد تا دیگران عبرت گرفت. جناب کنسول این حرفا چیه میزنی؟ سیم چیه؟ تلگراف چیه؟ مشخصا اونجا نبودم. قوانین انگلستان مجازات تو کشته شدن تعیین میکنه. آقا میرزا محمود خان قانون انگلیس رو برای دزدی اموال دولت بخونید تا این شخص بفهمه با کی طرف هست. قوانین جزایی بریتانیای کبیر. ماده مربوط به سرقت اموال دولت. کار تلگراف تمام کنید. هست این حاج حسین خیلی مهمتر. ماده مربوط به سرقت اموال دولتی. در صورتی که منجر به قتل یا جهر نشده باشد از 6 ماه تا 2 سال. کافیه. دیگه حق اعتراض نداریم. محاکمه تموم شد. یه روزی من تو نامردو میکشم. مستر جکسون از حاجی شکایت داره. در صورت جلسه بنویسید. چون این شخص به امپراتوری انگلیس ضرر زده محکوم به اعدام است. این آقا حاج حسین مردم را در بازار تحریک میکنه. ناس بانک شایبار ندارد. او مردم را یاغی مینماید. ساکت باش. شما بفرمایید. حاجی شما حق نداشت به منافع امپراتوری لطمه زد. این هست یک خیانت. میذاریم من از خودم بپرسم. تو خفه شو حاجی. بفرمایید. من شما را متهم کرد به دسیسه و توطئه علیه امپراتوری. من هیچ ساکت. آخه این چه جور محاکمه گه؟ شما خودتون هم وضعیت مدعی. آمیرزا داوود خان درسته شما معاون کمپانی آدم انگلیس هستی. آخه مسلمونی، هموطن ما هستی. تو یه چیزی بگو. این که رسمش نمیشه. تحریک کردن مردم به قبول نکرد اسکناس بانک شاهی خود بزرگترین دشمنی هست با بریتیش امپایر. بانک از ما طلا میگیره در عوض یه مش کاغذ پاره تحویل میده که فقط تو تهران میشه خرج کنی. اگه مثلا این اسکناس رو ببری همدون، همدون اون یهش قبول نداره. تازه همدونی هم اسکناس بیاره تهران، تهرانی قبول نداره. این چه جوریه؟ شما داری مردم بیچاره میکنی. دفاع تو دیگه تمام شد، حالا ساکت باش پلیز. حاجی اتهام خودش ثابت کرد. مجازات تو ما. تمام دارایی تو ضبط میشه. انگلیس ها خیلی متمدنن. حالا فشو بی حرف. صد رحمت به شمر هرومزاده. فشو دیگه. آمیز محمود خان تو هم یه چیزی بگو. آخه همینطور ساکتی. جناب کنسول بذارید حاجی حرفشو بزنه. خفشو. این که وضعش نمیشه که. گفتم تو دیگه حرف نزن. زود صورت جلسه بنویسید. این حاجی باید هرچه زودتر از تهران تبعید میشه. بله تبعید میشه. جناب کنسول اجازه بدید حاجی دفاع کنه. ما نمیتونیم همینطوری کسی رو تبعید بکنیم. این طرز محاکمه حتی برخلاف قوانین بریتانیای کبیره. When you are deported, you'll keep your mouth shut. این چی میگه؟ میفرماین شما تبعید میشین که دیگه فضولی نکنیم. چی؟ مگه میشه همینطور کسی رو تبعید کرد؟ بله مجددا تکرار میکنم. شما تبعید میشید و دارایی‌تونم ضبط میشه. شما من تبعید میکنین؟ محاکمه شما تموم شد. شما حق اعتراض ندارید. باباتم دست کمی از انگلیس نداره وا. پدرم کارش به خودش مربوطه. حالا چیکارش میکنن؟ پولاشو میگیرن از شهر بیرونش میکنن. چی؟ پس باید برم بچه‌ها رو واسه جلسه محمود خان خبر کنم. جلسه چیه؟ هیچی، همینطور یاد دهنم داره. بچه‌ها دور هم جمعن، گفتم برم اونجا. منم باهات میام. Good morning, sir. Very glad to see you. What can I do for you? جناب قنسول دولت امپراتوری، ضمن عرض تهنیت خواهش میکنم بفرمایید چه کاری میتونم برای شما انجام بدم. اکسلنس قنسول، شما فهمید؟ او گفت کار شما انجام میده. باید بشین. گوارید کاریموف. قنسول امپراتوری گفت بیوش رعیت روس نمیتونیم محاکمش کنیم. به جناب قنسول عرض کنید این شخص سیم های تلگراف کمپانی هندوستان رو بریده. ما اونو محکوم کردیم. به این خاطر او منصفانه محاکمه شد و چون گناهکار شناخته شد به اعدام محکوم گردید. حالا برای او هیچ. او باید آزاد بشه. In this case we forgive him.
This court is not for hurting the Russian Empire nor the Russian subjects. می‌فرمایند ما اونو می‌بخشیم. چون مقصود ما این نیست که با امپراتوری روسیه اختلاف داشته باشیم. خسارت کمپانی تلگراف را از او بگیرید و به ما بدهید. سپاسیبا. جناب قنسول امپراتوری معظم روسیه شما تشکر می‌کنه. روس و انگلیس با هم دوست هستند. ما نباید به خاطر ایرانی‌ها با هم اختلاف پیدا کنیم. خب خب بسیار خوبه. انشالله که حضرات انگلیس ها از ما راضی هستن. بله قربان خیلی هم راضی هستم. بسیار خوشحالم. خب بایو کلاوت فهمیدی در اثر اقدامات و تشبسات من در کنسولخانه روس بود که از دست انگلیس ها نجات پیدا کرد. جناب ما بین نظمی هم میدانید که من رعیت روس هستم. با وجودی که رعیت روسی، اگه من اقدام نمی کردم انگلیس ها پدرت رو در آورده بودن و الان بالای دار دست و پا می زدی. قربانت گردم بنده چاکر باشه برای دفعه بعد. هر طور که میل مبارکتونه قربان. حالا باید برم به حضور قبله عالم. جناب معاون دوله، شما که سرفراز می فرمایید. چه کسانی دعوت شدن؟ حضرات انگلیس ها قربان. و برای اینکه جای گله نباشه از وزیر مختار و کنسول روس و بقیه هم دعوت کردم قربان. آه بله بسیار خوب. پس سرفراز میفرمایید. بله زود برو خبرش بیار. برو ببینم آن تو چه خبری آوردی؟ شب جمعه میرزا داوود خان منشی باشی انگلیسا معاون دوله و فرنگی ها رو دعوت کرده. حضرت والا کامران میرزا فرمودن شما برید مواظب صحبت های انگلیسا باشید. خیلی خوب من به شما اطاعت میشم. علی، باز مردم جلوی کمپانی انگلیس ها شلوغ کردن. همیشه اینجا شلوغ. سلام علیکم، گل گلاب، عرق بیتمش، حبابی آلتون چطوره؟ خوبه، میدونم، چون پدرم پیش انگلیس ها کار میکنه شما با منم مخالفه. بابا ببینین چه فرمایش داتی میکنه. آقای داشتی اومدم ناصر رو برسونم. ضمناً میخواستم بپرسم دعوت میز محمود خان چیه که منم بیام. دعوت کدومه؟ چه دعوتی؟ ناصر میگفت شما و محمود خان جلسه داری. آی چونست این حرفا چی از خود در میاری؟ من حرفی نزدم به خود. بردم بالا کارت. بایست اومدم. چی شده؟ بس میبینم چی اینو به این روز انداخته؟ اونی تو بسید یه بگوه بجا بدهی؟ آخه کی؟ مثلی که با جلای در انگلیسی با هندی ها دعوا شده. میرم دست گلیه که بابا جونت با آب رو. خب خدا رو شکر کن که نکشتنه. جیاد دمی صور. سلام محمود خان، چطور شدی اینجا اومدی؟ سلام. چه عجب، کاری داشتی؟ آره میخواستم ازت یه خود پول قرض کنم. پول؟ واسه همون جلسه یه مهمونیه که پول میخوای؟ مهمونی؟ مهمونی چی؟ حالا هر چقدر میخوایی برده بارو، ولی من از داشقولام و رضا بیک فهمیدم که مهمونی داری. سلام. بخ به امیرز محمود خان، خوب شد دیدمت. آخه جان من این چجور صحبت کردن با حضرات انگلیس هاست؟ آدم باید به فکر آیندهش باشه، اونا از تو خیلی رنجیدم. در این دور زمان آدم باید پشتش به یکی از این دولت‌های خارجی گرم باشه، مخصوصا انگلیسا که هم متمدن هستن و هم به آدم هزار جور کمک میکنن. من 25 سال زحمت کشیدم، بهشون خدمت کردم تا اعتمادشون رو جلب کردم. شوخی نیست، در امپراتوری انگلیس هیچ وقت خورشید غروب نمیکنه. بله درسته، صحیح میفرمایید. زمنان به من طوری فهموندم که اگه شما احتیاج مالی دارید برطرف کنم. سایتون کم نشه، احتیاجی ندارم.
راستی خبر دارید شب جمعه قراره به افتخار ورود مستر لسس وزیر مختار جدید انگلیس جشنی ترتیب بدن؟ اما وندولرم دعوت کردم شما هم بیاید از این موقعیت استفاده کنید. میخوام شما رو به ایشون معرفی بکنم. من نمیخوام با وزیر مختار انگلیس آشنا بشم، کار دارم. چی؟ کار داری؟ تو غلط کردی. چه کار داری؟ کار دارم. جوانای دیگه آرزو میکنن چنین موقعیتایی پیدا کنن که با وزیر مختار انگلیس آشنا بشن. امیز محمود خان تو حالیش کن. پدر گفتم کار دارم. حضوری ما گفت. خوشم اومد. خوب جلوی بابات وایستادی. راستی خبر داری من از وزارت خارجه استعفا کردم؟ دیگه نمیتونستم زورگویی انگلیس رو تحمل کنم. خوب کردی. منم استعفا میکنم. من اصلا مخالف کارهای بابام هستم. خب محمود خان چرا تو مهمونی با رفقات منو دعوت نکردی؟ تا مهمونی خیلی وقته. خداحافظ. خودم رو بلدم. چه خبره؟ اتفاقی افتاده؟ آره، بیا این روزنامه قانون برات بردم. آخرین شماره است. موضوع باش گیر نیفتی. دست شما درد نکنه. والله ببره که به دست افتاده تا آدم بشه دیگه تو غلط نکنه. آقا من چی کار کردم؟ بله، خوشم اومد. خوب نایب دست به سر کردی. باری کلا. دوست دشمن میونش یکیه. پسرین فوزولیا به تو نیومده. تو امروز نمیدونی نونو باید به نرخ روز خورد؟ خب امیز علی خان بفهمید بریم خونه ماما یا چی جشن کوچولو موچولو اکی راه انداختی؟ نه رضا بیگ باشه وقت دیگه ببینم با خانواده حاج حسن چیکار کردی؟ بردمشون جای امنی خونهشون اعتبار نداشت مگه نمیبینی بی خود و بی جهت مردمو دارن میگیرن چه برسه به حاجی که با انگلیسا سرشاخ شده؟ حق داری محمود خانو نیدی؟ چرا؟ تا یه ساعت پیش با هم بودیم رفت خونهش سلام سلام آقا جون سلام پسر خوب سلام مادر جون آمدی؟ دلم شور میزد اداره که نمیری پس از صبح تا شب کجا هستی؟ مواظب خودت باش تو این شلوغی باز زناجی اومده بود از وضع شوهرش میپرسید حاجی رو محکوم کردن پدرشم در آورد بیچاره عهد و عیالش ببینم پول آوردی؟ ها. من هیچی اما این بچه رو که نمیتونم گشنه نگه دارم بیا فعلا اینو بگی قرض کردم یه فکری بکن بی خود استیفا دادی آمیز محمود خان تو هم یه چیزی بگو آخه همطور ساکتی جناب قنصول بذارید حاجی حرفشو بزنه خفه شو وقت نماز میرم مسجد رو فقام ببینم سلام علیکم سلامت باشید آش غلام خان رضا بیگ حالت خوبه اللهم از معرمت شما خبرهای تازه چیه؟ بس خیلی خرابه بگیر بگیره مامورین نظمی همه جا بو میکشن دنبال مخالفای انگلیس ها شب جمعه جلسه گذاشتیم باید تصمیم میگیریم ناصر خبرشو داد تو زیر زمین پشت زورخونه جمع میشیم میز نصرالله خان منشی سفارت اتریش هم گرفتن اما دستگاه چاپش رو نجات دادیم و بردیم خونه رضا بیگ رضا بیگ خیلی مواظب باش خاطرت جمع باش سر نماز منتظرتونم آش دیگه این هم به جزء چاپ بمبئی ارزون مناسبه بخرید باز که این طرف ها پیدا شد نسناز من نایب دارم کاسبی میکنم کتاب دعا میفروشم اگه بهت نگفتم مردم دار خودت جمع بکنه شما قدقنه چرا میزنی نایب کتاب دعا فروختن که جرمی داری روزنامه قانون میفروشی خدا این هم به جزوه کتاب دعاست هر چیزی چاپی که روزنامه نیست بابا یه نفر با سواد بیاد به این بگه که من روزنامه ندارم چی شده چی میخوای من سواد دارم تو رو به روح رسول الله به این نایب بگو که این روزنامه نیست این کتاب دعا من نایب این کتاب دعاست کتاب دعا هم آخه روزنامه قانون اصلا به تو چه مربوطه خودتو قاطی میکنی تو چه حق داری بری خودت سواد ببری الله ما را از کتاب دعا تسلیم شدی نه بوسایی شده
مردم بدبخت و بیجهت میندازن زندون. دیدین چطور اون نایب اسماعیل شم فرید بیچاره رو برد؟ بیچاره مردم از دست فراشای حکومت جونشون به لبشون رسیده. اصلا خود حکومت بازیچه دست روسا و انگلیس هاست. اونا ما رو راحت نمیذارن. هر روز به یه بهانه ما رو به جون هم میندازن. میگن حاج ملک و تجار رفته پیش امیر سلطان و از بازار و کسادی و کسب و کار مردم رو بهش گفته. میدونین چی جواب داده؟ گفته همینو که هست میخواییم بخواییم نمیخواییم نمیخواییم. ای امان. ما باید همه که با هم یک دل باشیم. حرفا و کارهایی که بینمون اختلاف میندازه کنار بذاریم. این سیاست انگلیس هاست که اختلاف انداخته. شما چطور فرار کردید؟ قاسم نجاتم داد. اونا چه حقی دارن منو بگیرن؟ حکومت و عمالش از نادانی و ترس مردم سوء استفاده میکنن و بهشون زور میگن. شما راه حلی داری؟ بله که دارم. انتشار روزنامه. باید مردم رو باسواد کرد. با مطبوعات حقوق آزادیشون رو بهشون فهموند. امروز هم میرم پیش ابوتراب از دست فراشای قلچماغش شکایت میکنم. برو بگو نایب اسماعیل بیاد. قربان من شکایت دارم. از کی شکایت داری؟ مگه این مملکت صاحب نداره؟ مگه آدمای این مملکت حیوانن؟ چرا باید هر بی سر و پای اونا رو کتک بزنه؟ من از نایب اسماعیل شکایت دارم. اون منو کتک زده قربان. اومدی شکایت؟ بله قربان. ببرین حبسش کنین تا دیگه از این غلطا نکنه. من آدم خوبیه. اگه مردم با سواد بودن این اتفاقا نمی‌افتاد. اگه یه دفعه دیگه از این فضولیا بکنی بگی مردم باید با سواد بشن میدم زبونتو ببرن. برو گم شو. ردش کنین. اگه یه روزنامه داشتم میدونستم چی بهم میگه. بار دیگه پارو. به این کلام الله مجید قسم میخورم اسرار انجمنو حفظ کنم. من نمیگم مردم. فرمایش پیغمبر اکرمه. حب الوطن من الایمان. باید تکون بخوریم. باید دست خارجی را از مملکتمون قطع کنیم. باید ریشه نفوذ اونها را از بیخ بکنیم. از مشهد خبر رسیده مردم جلوی انگلیس ها مقاومت نشون دادن. ما باید به خارجی نشون بدیم که غلام و سرخرید نیستیم. اونها حاج حسن اون مرز وطن پرست و با ذلت و خفت محکوم کردن، تبعیدش کردن. اون وقت مردم با اسکناس های بانک شاهی انگلیس معامله میکنن. تمام بدبختی ما همینه. تو سرمون میزنن ولی با چاپلوسی میکنیم. دیدت و همیت از میان ما رفته. لابد شنیدین که انگلیس ها حاج کاظم آقا ملک و تجار هم گرفتن و به قزوین تبعید کردن. امروز دیگه موقع اون رسیده که هممون سیویل مردونگی گرو بذاریم. باید یه کاری بکنیم، یه عملی انجام بدیم، وگرنه این جلسات ما هیچ فایده ای نداره. بله درسته. هی میشینیم و حرف تحویل میدیم. مشهد همچین شد، تبریز همچون شد. آخه ما خودمون چیکار کردیم؟ داش غلام خان، باید به نوبت صحبت کرد. من از شغلم تو وزارت خارجه استعفا کردم. جونم و کف دستم گذاشتم. از همه چی گذاشتم. بقیه هم همینطور. از جون و مالشون گذاشتن. بالاخره همینطور که نمیشه را بیافتیم بریم. باید اتحاد داشته باشیم تا بتونیم به یه جایی برسیم. حالا جناب آقای میزعلی خان عضو وزارت خارجه که تازه از فرنگستون اومدن از کار خودشون استعفا کردن و به ما ملحق شدن. میخوام چند کلمه ای راجع به اوضاع صحبت کنم. این که پسر میز داود خان نوکر انگلیس هست چکام خود بکنه؟ خواهش میکنم توجه کن. من چند سال عضو سفارت ایران در لندن بودم. میدونم انگلیس ها چه نقشه هایی برای ایران دارن. هدف همه خارجی ها چپاول و استعمار ایرانه. من از روزی که از خارج به ایران برگشتم و از نزدیک اوضاع هموطنامو دیدم دلم خونه. از هر که میپرسن میگن صبر داشته باش. آخه تا کی؟ دیگه چی به ما مونده؟ دست ناپاک خارجی در همه کارهای ما نمایانه. اونا میخوان ایران ضعیف و ناتوان بمونه تا بتونن از ما امتیازها و انحصارهای بیشتری بگیرن. معلومه. خیال میکنین این امتیازها و انحصارهایی که اینا هر روز از ما میگیرن فقط به خاطر منافع خودشونه؟ نه به خدا. اونا بیشتر نظرشون محتاج کردن من و شماست. ما که قشون نداریم، پول نداریم، تجارت و مدرسه و سواد نداریم. بیا که اقلن اتحاد داشته باشید. احسنت، احسنت. آقا محمود، آیت الله شیرازی فتوا دادن استعمال تنباکو حرامه. مشته بدی مردم، مشته بدی. حضرت آیت الله میرزای شیرازی فتوای حرام بودن استعمال تنباکو را صادر کردن. بفرمایید بهتر از اون چی میخواد؟ با اتحاد از اون فتوا باید اتحاد خودمون نشون بدیم. از دل
چرخ چاچی بخواد آقایون دو ترکشت پیکون بپرداختن گل از کینتون آب و بگدافتن که ناگا و چشمش که بوز خورد به هیکل این مرد دهقانی و رفت به دریای تفکر و اندیشه که در حقیقت مرد کیست بابا محاسم چونان یار شیر جیان دو چشمان بود همچو آهای مردم گوش کنید حضرت آیت الله میرزای شیرازی برای عظمت دین محمد خطبا دادن کشیدن قلیون و سیگار و چپاق حرومه اصغر قلیونا رو جمع کن عباس دود باش قلیون همه مردم از فتوای تحریم و خبر شدن همه اطاعت کردن بنازم به این مردم اگه کاری هم از پیش میره باز به دست خانه مقبل بله. داشت خانم باید مردم از نیات انگلیس ها با خبر شاش انباراشونو که آتیش بزنیم همه با خبر میزنیم من مخالفم چرا مردم ها به کشتن بدیم ما که نمیتونیم دست خالی با انگلیس ها در بیاریم باز شروع کردی از چی بترسیم ما که یه جون بیشتر نداریم رضا بک پیداش نیست اون میگه آدم باید سیاست داشته باشه از وضع دشمن با خبر باشه از دست پوتین جناب آقای سالداد خان ببینم جناب قنسول تشریف دارن باشه آیتون بری مارچ قربان شما سلام علیکم جناب هم بکن سلام علیکم از دست پوتین عرض شد قربان آقا رضا بک خاک پاژوا چی پاژوا چیه؟ تازه چه خبر؟ تازه مازه ما دائم مراقب انگلیس ها هستیم قربونت برم از اون بابت خیال تخت صدید سی یعنی بشینم ها؟ سلام علیکم خب تازه چه خبر؟ خب آقا ریزا شما میدونی ما روسا ایرانی ها خیلی دوست داریم اینو که میدونم از عشق ماست که شب تا صبح چشمای شما وازه چشمامون وازه همه چیزا میبینی قربونت برم میخوای من بار انگلیس ها رو آتیش بزنیم بله میخوان هم بار انگلیس ها آتیش بزنن میجر جکسون خیلی دلش سوختن از جای مطمئنی خبر دارم که روسا میخوان انبارای شما رو آتیش بزنن روسا میخوان این دفعه دیگه کلکتون رو بکنن مزخرف نانسنس اگه سلاح بدونین سر را به نظمی خبر بدم قربان بیزرار هست؟ مردم بسونید آتیش بزنید این مال حرامه به زور به آن به قصف از مردم از رعیت گرفتن اون با همین جنس مال رو میبنن به ده برابر قیمت تو خاک آسمانی میپوتن بسوزونید آتیش بزنید انگلیس باید از ایران بره دیگه بست هرچی باره ایرانی غیرت داره نازیم نمیشه تو مملکتش خارجی آقایی بکنه بگیرینش بریم کنار 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 ب
از این دختر روز شکایت میکنم. حتما سرستی خودتونی نشون بدین. برم خرید توی شورا. برید جناب از خواب نشستی. برید جناب. اینجا تو بشید ببینم. برید یالا زود باشید. مردم متفرق بکنید. هرکی مقاومت کرد بزنید با کشمش. زود باشید. برید مردم از جای امار انگلیس رد کنید. برید خاطر چی هستید؟ برید به خاطر نجات وطن، به خاطر دین اسلام. از هیچ نیرویی نترسین. هر کسی که بخواد مانع شما بشه طرفدار اشعری و دشمن اسلامه، دشمن وطن و قتلش حاضره. نترسین مردم، غیرت داشته باشین، تسلیم نشین. از هیچ کس جز خدای خودتون نترسین. بسوزونین و نابی رو کنین این لومه ی فسادش. بسوزونین و نابی کنین مردم. دست از مقاومت بر ندارین. اگه ما کشته شدیم، اونهایی که زندن کار ما رو تعقیب میکنن. میاد حضرت داوود خان، خدا به وجود مبارک خیلی رحم کرد. سلطه‌ی روسی مست بودن لایه. خدا را شکر که وجود سرکار اقلن سلامته. میخواستن انبالاتون آتیش بزنن، همه رو دستگیر کردیم. فقط چند تایی درستن فرار کنن. ما میز علی خانم جز به اونم بود، جز به همونهایی که میخواستن انبال آتیش بزنن. علی چی میگه؟ نایب راست میگه؟ اختیار داری. قربان به شما که دروغ عرض نمی کنم، با چشمای خودم دیدم. محمود خان وزارت خارجه هم سر دستشون بود. عجب، محمود خان؟ بله قربان. مرخصی، من خودم تکلیف این پسر رو روشن می کنم. سعیتون کم نشه. بریم. خب آقای وطن پرست، اینه معنی شرافت. تو معنی شرافت رو فهمیدی که به من قول دادی از خونه بیرون نمیری؟ مسلمه که فهمیدم معنی شرافت چیه. هنوزم میفهمم. فقط یه راه نجات داری. باید فوراً از این اراذل اوباش دست بکشی. اونا اوباش نیستن پدر. با این کارات آبرو و حیثیت منو بردی. بگو غلط کردم و الا میکشمت. بهتره کشته بشم تا تو خونه ای که بیرق انگلیس بالای درش تکون میخوره زندگی کنم. اینجاست خونه من. دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. اگه یه دفعه دیگه اینجا پیدا بشه خودم با تیر میزنمت. سلام احمد. درو بابا. نمیای بریم بازی؟ نه آخه بابام تو زندگی انگلیسی ناخوشه. رضا بهت گفته برم اون خانم دکتر فرنگیه رو ببرم اونجا، اما من میترسم. ترس نداره، من میرم اونجا به خانم دکتر میگم. تو از انگلیسی ها نمیترسی؟ نه بابا، برای چی بترسم؟ خوش به حالت. پس من میرم به خانم دکتر میگم. ها چی شد؟ محمود خان بابای احمد تو زندون انگلیس ها ناخوشه، شما باید اونو ببینید. خیلی خوب، تو قفت، من حتما اومد باش. اینجا لا اله الله، درست 15 روز ما رو انداختن توی این زندون. از کار و زندگی و زن و بچه‌مون بی خبری. نمیتونم میز محمود خان از دیروز سالا کجا بردن. اون وزارت خارجه ایه، شاید ولش کردن. گرفت جلا برا بگو. موازه باشین، یواش. چرا اینقدر مردم اذیت میکنید؟ دام از سوا این چه برای سرش آوردم؟ بی انصافای بی مروت. چقدر شلاقت زدن، پشتت آشولاش شده. چی زنی؟ تازه اول کاره. آخه چی میخواستم؟ چی میگفتم؟ حالا قبول داری این دست و گل و رفیقت به سر میز داوود خان به آب داده؟ نداشت خدا، علی علی حرفا نیست، اون به سر پاکیه. ببین چی کارش کردن. اون وقت انگلیس ها ادعا میکنن که متمدن هستن. متمدن؟ اونا از وحشی ها اونبتر ها نباید بذاریم مثل حیوان با ما رفتار کنن. احساسات ما رو، شخصیت ما رو، هزیت ما رو خورد کنن. باید با مشت دهنشون کنن. کدومتون ناخوشی؟ این ها زندانی هست؟ شما حتما خوب شد. نه خانم، زن و بچه های من تنها موندن. انگلیس هم که دار و ندار منو گرفتن و میخوان تبعیدم کنن. با
بس حاجی، بس انقدر ننه من غریبم در نیار، بیکار بودی با انگلیس ها در افتادی. نایب من کاهش کرد شما زیاد حرف نزد. این مرد بیمار هست، دوا لازم هست باقی. من اینا رو بهتر از شما میشناسم. اینا شهر رو شلوغ کردن، اقبال کردن، باید مجازات بشن. اوه مارگریت، اینجا چه کار میکنه؟ آمد یک مغیز تو زندان شما دید. اینجا خاک ایغن هست، چقدر شما زندان دارید؟ حال خواهیم باید. سلام مغایان. همین شما چند نفر دشمنان امپراتوری انگلیز هست؟ شما میخواهد امپراتوری بریتانیا کبیر مغلوب میکنید؟ من متاسفم شما در این انباره ترک میبینم. ما انگلیس ها دوست ایرانی هستیم. ما میخوام به شما کمک میکنیم. ما میخوام شما متمدن بشید. ما برای شما بانک درست کرد، تلگرام درست کرد، انحصار درست کرد. شما راحت باشید. اگر ما از ایران میرین، دشمن از شما میاد، خاک شما میگیرم. بله، شما انگلیس ها دست کمی از روسا ندارید. اوه، ببین کی اینجا هست. دوست من در وزارت خارجه. ما با هم پشت یک میز نشست. حالا شما دشمن ما شد. چرا اینطور شد؟ برای ظلم و ستم شما. اشرا محمود خان جسارت نکن. من از تو یک هیچ انتظار نداشتم با حضرات انگلیس ها مخالفت کنی و دست به آشوب بزنی. حالا میفهمم. پسر منم تو فریب دادی کارای ناشایست بکنه و مقام منو پیش حضرات به خطر بندازی. مقام؟ مقام تو اون سرت بخوره. تو به نوکری اجنبی افتخار میکنی. حالا من همه چیز فهمیدم. اون نامرد. اون نامرد کشش هم نمیگسه اگه تمام ایرونی هم زندونی کنن. تو هنوز از اختلال آشوبگری دست نکشیدی؟ تو هنوز آدم نشدی؟ آدم نمیبینم نامرد. شطر یوسف، میرسه شما رو از مملکت اون بندازی بیرون. خفه شو احمق. خودت شو زبون نفر. بیا بکن بخوریم میکشم اتون. گفتم از جا تو باشون بگیرم. از چرا در برگردی سرزمین هم بکنم؟ آهن نامرد. Yes, yes, very good. امیر داوود خان، به جناب وزیر مختار و مستر جکسون بگید من همه مطالب و خدمت جناب امین السلطان عرض میکنم. دوستان انگلیسی ما خاطر جمع باشند. حکم تبعید همه مخالفین اونا را میگیرم. به آقای جکسون بگید اصلا ناراحت نباشند. مستر جکسون، هیز اکسلنسی معاون دوله. بله، من فهمید. جناب معاون دوله، ما از شما بسیار تشکر داریم. اما این تحریم تماکو به ما بسیار ضرر زد. فکر اونو نکنید، مهم نیست. خودتون بهتر میدونید این از تحقیقات حضرات شمالی هست. ما همیشه گرفتار رقابت روسا با شما هستیم. ما دریافت کرد خبرهای صحیح و درست که در چندین شهر ممالک محروسه مثل مشهد و شیراز و اصفهان مردم علیه ما تحریک کرده. خواستم ببینم شما در این مورد چه کرد. بله بله، من خبرشو دارم. اینم از تحقیقات شمالی هست. شما کار خودتون رو بکنید. Are you satisfied? Yes, sir, I am. متشکرم جناب معاون دوله. Thank you very much, your excellency. Goodbye. خدا حافظ. روز بخیر. خدا حافظ. روز بخیر. شما نرفته روزها میان. به به، خوش آمدید دوستان خودمان. زراسپوتی، خیلی خوش آمدید. کم پیش ما تشریف میارید. زراسپوتی. سلام حضرت ها. در عوض دوستان انگلیسی شما همیشه اینجا هستند. شما همسایه بزرگ ما هستید. ما خیلی میل داریم با امپراتوری شما بهترین روابط رو داشته باشیم. جناب کنسول روس میخواد با شما حرف بزنید. بله بله، بفرمایید. ماشالستا. آهای پسر چای. بفرمایید. خواهش میکنم. آقا معاون الدوله، ما با شما مناسبات دوستانه داریم. البته البته. در ولایات شمال ایران ما منافع و دوستان زیاد داریم. اونجا حدود اروس است. چرا انگلیس اونجا اداره باز کرد؟ انبار باز کرد، آدم فرستاد. مردم شمال انگلیس دوست ندارند. ما اعتراض میکنیم. جان و مال رعیت اروس در شمال در خطر. این برخلاف دوستی ما با شماست. این برخلاف خرچی خست که شما اسکت هست. جناب کنسول، من خدمت امین السلطان عرض میکنم. شما قصه نخورید. این چه فرمایشی؟ شما میگو به من قصه نخور، اما من قصه میخورم. Thank you.
his back. You want to look? I don't mind. Yes, I see something. Let's go then. مواظب تبعیدی‌ها باشین جام نخورم. نایب. چیه؟ بگو زنجیرهای ما رو بردارن یه نماز بخونیم. نمیذارم جام بخوریم. ما مقصر سیاسی هستیم. جنایت کار که نیستیم. خیال کردی اگه دهنتو باز کنی به انگلیسا بعد و بیرا بگی نشون حمایل بهت میدن؟ نه به تو که نوکرشون هستی نشون حمایل میدن. چه؟ حالا خفه میشی یا به طور شلاخ خواهد تو نخواه. خیال میکنی اینجا تهرونه. بده خدمت خاچی. بخواه این انواتو ما رو دعا کنم. بده انواتو تو بیا مرسه. ای شمر لعنتی. چی اجازه داد بین آب بدی؟ سرهار شدی ناموسمون. میزنم مخلطو تو آقون میکنم. گرم تو. گرم تو. گرم این آب دادی. غلط کردم. نار چی داری؟ نون و پنیر. فقط همین؟ آخه خانه اینجا که رفت اومدی نیست. اونا چی هن؟ اونا فرنگی هن. اومدن اینجا شکار. سلام صاحب. اینا مخالفان شما هستم میبرم تبدیل. اوه گود. بسیار خوب. خوب. مارگریت عزیزم. بیا خوب نگاه کن ببینید هم میشناسی؟ اینها دغ زندان تو بودن. چرا ناراحت شدی؟ من که حرفی نزدم. اینها همه رفقای قدیمی ما هستن. حالتون چطور آقایان؟ من به شما گفتم ما انگلیس ها دوست ایران هستیم. میخواییم شما با ما دوست باشید. شما با ما مکالف نباشید. ما به شما پول میدیم. کاهش کرد به اونا توهین نکرد. توهین نکردم. قصد من اینه که اونها با ما دوست باشن. آقا محمود خان، حالا چطور شما میخواد امپراتوری انگلیس شکست میدید؟ اون با یه مشلات و گرسنه میخواد با امپراتوری انگلیس در بیفته. تو خائن وطن فروش. انگلیس ها هزار تو مثل تو رو فدای منافع خودشون میکنن. اون لیاقت نداره باش حرف میزنی. حاجی حالت خوبه؟ ناراحت نبود؟ قلبت دق نکرد؟ اگه از دست این انگلیسی های ظالم جون سالم به در ببرم خوبه. تو این آفتاب قلبم خیلی درد گرفته. آه چیکار کنم بقات؟ این حاجی مغیزه. تو این هوای گرم طاقت نمیاره. از بین میره. عزیزم تو دلت برای اونها نسوزه. مجازات کسایی که با امپراتوری انگلیس مخالفت کنن همینه. سوار شو میخوایم بریم. خب در تبعید به شما خوش بگذره. نایب بیا با شما کار دارم. بیا. لادی فوز. نایب بذار اونها فرار بله کنن بعد بکششون. بکشمشون؟ با تیر بزنش. او بله قربان بله بله. همه چی؟ نهار ما چی شد؟ میدونی چند تا قرمه واسه ما نیمرو کنیم؟ بله قرآن بفرمید همه که من هم قطعه همه رو یه بار میدم. بفرمید دوباره مواظب زن دنیا باش. بفرمید قربان. بفرمید رو میکرد بشین الان براتون میگرم. حالا سلام رفقا. حالش خوبه؟ بابات با انگلیس ها اینجا بود. آره خودم میدونم. رفقا لباس ها شروع بپوشید. اونا بده من. خیلی خوب. سباشی بده من. بابا بیافتید. بابا که سب برسید. چطور فرار کردن؟ شما با امیر سلطان حرف میزن. آقای آمیزدابود خان درسته جناب وزیر اعظم فرمایش کردند
اما خودتون میدونین کارا دست ماست. شما هم که به همه پیشکش میدین جز به ما. تا حالا ما از انگلیسا سنار دشت نکردیم. آمیز ابو تراپان، شما باید بدونید انگلیسا اهل پیشکش دارن نیستن. کاراشون طبق قرار داده. شما وظیفتون کسانی که تبعیدیا رو فراری دادن دستگیر کنید و دیگه از این توقع از حضرات انگلیسا نداشته باشین. ضمناً دیگه به فکر خارزاده من نباشید. اون میل نداره با شما ازدواج بکنه. خوب متوجه شدید؟ بله خوب. سلام، نوکرتم. سلام، اجازه سلامات رو بده. سلام 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 سلام، حقتونو بریم بابا. سلام علیکم. تشتون دوا کنی، همه چرا خوب بگردین. این تبیدی ها کجا؟ همه چرا خوب بگردین؟ بگردن که چی بشه؟ سلام قاسم خان. سلام، من شماها رو ندیدم. این قاسم پسر خوبیه. این آجی قهبه چی کجا؟ آجی رفته ولایت جاپونه. یه ولایت نشه. کسیم جا نبود نایم. اینجا سراغ سوم به زیاد رو عوض نو جمع همه جا رو گشتم. خوبه چیه؟ ها؟ رد بشین تا خونه رتا بک پیدا شد. چرا مردم آزده؟ مرد بزن 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 مثل یکی رفتم. الحمدلله. حالا تکلیف چیه؟ باید همینجا مخفی باشیم؟ من قصد دارم برم خونه حاجم اینه. یه هشدار، اونجا صاف دستگیرت میکنن. ما باید زودتر اقداماتمون رو شروع کنیم. داش خانم خان، من عقیده دارم شما یه سری بری اصفهان ببینیم اوضاع در چه حاله. منم اگه وضع مساعد بود میرم آستان قدس یا طرف شمال. خب بچهای دیگه چیکار میکنن؟ گفتم یه مقدار اعلامیه چاپ کنم. آخه تو به چه حقی منو زن و بچه‌م از خونه زندگیم بیرون میکنی؟ به این حق که من تاجر باشی روسم. همه ی قند و شکر انحصار منه. من به تو قند فروختم، تو این باغو پیش من گرو گذاشتی. حالا این باغ مال منه. من زیر بیرق روسم. ببینم هر کی زیر بیرق روس باشه باید مال مردم رو بخوره. البته حاجی، من رعیت روس شدم که قدرت داشته باشم. فهمیدی؟ چی آدم باید جنس لعنت خدای من از شر نجات بده. پس سبعه روس شدی که به مردم زور بگی ها؟ شنیدین؟ امپراتور فوش داد. من کی فوش دادم؟ تو فوش دادی. تو دشمن امپراتور هستی. باید تیربارون بشی. بی انصاف، تو خونه زندگی من ازم گرفتی، حالا به این بوتون ناحق هم میزنی؟ واقعا من بیرون کنی؟ آره نکردم که چی میخواید از من بیرونم کنی؟ چی از من میخواید؟ آخه پس من به کی برم شکایت بکنم؟ این کریموف با پشتیبانی روسا هرچی داشتم از من گرفته؟ آقا جان گفتم ما در کاری که طرف خارجی باشه حق نداریم دخالت کنیم، باید به خودشون عرض حال بدی. مگه مملکت ما صاحب نداره؟ آخه این چطوریه که هر خارجی حق ایرانی رو میخوره؟ اون وقت من برم به خود خارجی شکایت بکنم؟ پس شما چی کاره هستی قربان؟ گفتم برو کارگزاری شکایت کن، زبون سرت نمیشه؟ من اومدم دست به دامن شما شدم، خواهش میکنم حق منو بگیرید بهم پاس بشه. هر کس شما رو بندازیم بیرون. بیرون. اجازه بفرمایید زندانش کنم قربان. جناب قنسول ازش بپرسید چرا باغ منو گرفته؟ چه میگید حاضر باشه؟ من به اون شکر فروختم. موقع فروش چون پول نقد نداشت باغشو گرو گرفتم، ولی اون هیچ وقت پولو نداد. شکرها رو بندر انزلی تحویل دادم. بارون اومد آب شد. به من چه؟ دروغ میگه، اصلا شکر تحویل نداده. حاضر باشه دروغ نمیگه. اون رعیت اوروسی. حرف زیاد میزنی پاپید میشه. عجب باغ خوبیه. سلام. سلام جناب کریمو. کنسول میخواد شما رعیت روس بشه. ببینم اگه حالا که رعیت ایران هستیم چه بیداره که بیاییم رعیت روس بشیم؟ این چه حرفیه میزنیم؟ اشتو گوارید پجالسا. اگه رعیت روس بشی گردنت کلوب میشه. هر کاری بخوایی میکنی، از هیچکی هم نمیترسی. حالا کریموف شده. اول اسمش مشکریم، نوکر حاج رضا بود. این چه جور حرف زدنیه؟ آخه من چند سال قفقاز بود، فارسی یادش رفت. من شما را رعیت روز کرد، با هم قفقاز رفت. امار! جناب قنسول آمد، مواظب باش. از راست بودم. گسپدین، اونا تبیدی های انگلیس هم که فرار کردن. از راست بودم. شما خاز رعیت اوروس شد. شما خیلی شجاع. شما تبع اوروس شد. من شما خیلی دوست دارم.
سلام بچه سلام 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 داشت سلام علیکم سلام علیکم رفقا سلام سلام داشت کنم زخماش داره خوب میشه خوب الحمدلله داوود شنیدین قنسول روس پیشنهاد کرده اگر رعیت روس بشیم و زیر بیرق اونا بریم از همون حمایت میکنن که دست انگلیسا رو کوتاه کنیم نگفتم محمود خان باور نمیکردی پیغام بدین بیجا کردن ما رعیت ایران میمونیم و زیر بیرق روسا نمیریم اونا خیلی دلشون میخواد همه ایرانیا رعیت روس بشن اما کور خوندن معلومه که کور خوندن ما هیچ وقت از وطنمون از دینمون دست نمیکشیم سلام رفقا همه چا بگیر و ببنده فقط جای ما امنه خدا رو شکر خب رفقا حرفای قنسول روس رو واسه تون گفتم که بدونی خارجی ها با هر کلکی هست میخوان ما رو به طرف خودشون بکشن و وقت بیچاره و بدبختمون کنن درسته وضع ما خرابه ولی بهتره با همین وضع بسازیم و تبع خارجی نشیم دید انگلیس ها با حاج حسن چه کردن؟ روس هم حاج صفه رو به خاک سیاه میشوندن به خدا اینا همش از بی سوادی و بی اطلاعی مردمه اگه من یه روزنامه داشتم میدونستم که تو مردم رو بیدار کنم بیدن ماشین چاپ حاضر کردن آفرین علی خان از همین امشب باید فعالیتمون رو شروع کنیم و روزنامه رو راه بندازیم تمام حرفامونو تو روزنامه ها چاپ میکنیم میدیم دست مردم لحظه ها بی تپش چشمه ها بی جهش آسمون بطنم کفن خونین بکش مانده پاها بگر تا به کی سوزه دل بر جبین داغ نگ بعد بارو خجل فتنه ها فاجره شعله بالا گره جوشش چشمه ها جوشش از ما گره فتنه ها پا گره شعله بالا گره جوشش چشمه ها جوشش از ما گره ای هموطنان عزیز، ای مسلمانان، ای مردم تهران شما تا کی در خواب غفلت به سر میبرید؟ بیدار شوید، ملاحظه کنید مردم سایر اقطار جهان چه کردند، چه اختراعات خارجی ها و بدتر از همه انگلیس ها به مردم ظلم و تعدی میکنند حکومت مرکزی ضعیفتر از ضعیف است حکومت کنندگان واقعی، کنسول های روس و انگلیس و نمایندگان جبار آنها در ولایات میکشند و میبرند کن خجالت داره ابو تراب مگه شما خوابید شما ها خوابید پدر سوخته ها تمام در و دیوار شهر رو از این اعلانات پر کردن همش تقصیر توه قربان هم مراقب هستیم خیلی اش از در انبار کردی یه اخبارگرا بودی من نویسنده این اراجیفا میخوام محمود خان پیداش نشد اعلامیه رو نیورد نه خبر آوردن پسرش مرده اگر انگلیس ها ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک نکنند جان و مال تمام اتباع خارجی در خطر است فکر نمی کنم دیگه بهتر از این بشه چاپ کنید اگر انگلیس ها ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک نکنند جان و مال تمام اتباع خارجی در خطر است از این رو بر عهده کنسولخانه های خارجی است که اتباع انگلیس را به ترک خاک ایران گلشون آورده بگیرید طرف نمیدونید چه خوب شد آمدید ابو طرف خان حال شما چطوره؟ متشکرم.
اکران شبنامه پخش شد که ما را زیاد نگران کرد. جکسون صاحب، این شبنامه ها مهم نیست. اینا را یه عده بی‌سرپا می‌نویسن. چی مهم نیست؟ نوشتن که تا 48 ساعت ما باید خاک ایران ترک می‌کنیم. از این اراجیف زیاد می‌نویسن. اگه بخوایم به این چیزا توجه کنیم که همیشه خودتون ناراحت کردید. به هر حال من از شما خواستم که اینها را دستگیر می‌کنید. اگه اونا زیر سنگم قایم بشن دستگیرشون می‌کنم. از این بابت خاطر جمع باشید. برمان. من این لطف شما همیشه در نظر خواهد داشت. اگر انگلیس‌ها ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک نکنند، جان و مال تمام اتباع خارجی در خطر است. از این رو بر عهده کنسولخانه‌های خارجی است که اتباع انگلیس را به ترک خاک ایران مجبور کنند. بگیرید طرف. بلانکا، الان همه جا دارن دنبال شما می‌گردن. صلاح نیست بیشتر اینجا بمونید. ما پناه به خونه خدا آوردیم. کسی جرأت نمیکنه بیاد اینجا ما رو بگیره. غلام خان حق داره. بعد از اون اعلامیه‌ای که خارجی‌ها در ظرف 48 ساعت باید از ایران برن و پخش کردیم، دیگه از چی بترسیم؟ اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. این وطن پرستا خیلی شجاع. اگه این دیوونه خارجیت روس میشن خیلی خیلی خوب بود. افتخار بزرگی برای اونا بود قربان. پس چرا تابع روس نشد؟ جناب قنسول، این وطن پرستا دوست دارن همیشه ایرانی بمانن. اینا دیوونه خستن. ببین چی نوشتن. اگه انگلیس خواه از ایران نرن خامشون رو میکشن. یعنی این کارو میکنن؟ البته که میکنن. این دیوونه خواهی که من دارم میبینم حتی ممکنه در یه روز آینده ما رو از ایران بیرون کنن. جرأت نمیکنن قربان. اونا خیلی جرأت دارن. انگلیس خواه رو بیرون میکنن. هرگز جرأت ندارن. هرگز نگو. وقتی لازم شد جرأت پیدا میکنن. جناب قنسول، من تمامشون رو میشناسم، مخفیگاهشون رو میدونم کجاست. تمامشون خانه رضا بک جمع میشن. خیلی خوب شد. بابو تو را بگو همه اونا را دستگیر کنه. جناب قنسول، گفتند این وطن پرستا خیلی شجاع و نترس و دیوانه اند. میترسن یه روزی برای خود روسا اسباب زحمت بشن. ولی قربان، همینطوره. خب، حالا دیگه پدرشونو در میارم. به جناب قنسول سلام برسون، بگو چشم. قربان، من تمامشونو میشناسم، جاشونم میدانم کجاست. بگو ببینم، از اون میزلی خان پسر داوود خان خبری داری؟ ولی قربانت گردم، عرض کردم که تمامشونو میشناسم، اونم میشناسم. اون علی رو تعقیب کن، ببین کجا میره، بعد به من خبر بده. چشم، کار بنده ها. برها رو دادی دست کار را. باید از روی اینا هزار تا چاپ کنی. مال محله سنگرجه که دادم به شما رضا بیک. اینا مال محله اولاجونه. سلام داشت خانم. سلام علیکم آمیز محمود خان. شرفتم معاون دوله پیغام دادم بریم پیششون. موضوع چیه؟ درسته. وقتی آدم در راه حق قدم برداره خدا کمک میکنه. ببین چطور اون قدرت مطلق دست به دامن مردم شده. بنازم قدرت خدا رو. حالا یه مش مردم پا برهنه اینا رو به وحشت انداختن. سلام علیکم. سلام علیکم. رفقا، از جای مطمئنی خبردار شدم. اعلامیه‌ای که انتشار دادیم که 48 ساعته انگلیس‌ها باید برن باعث ترس و وحشت شده. مردم دیگه بیدار شدن. درسته. انقلاب ما داره به نتیجه میرسه و علتش هم اینه که تمام ملت پشت سر ما وایسادن. حالا دیگه نباید یک قدم عقب بگذاریم. باید با چشم و گوش باز مواظب باشیم بینمون جدایی نندازن. حالا دیگه بیشتر از هر وقت دیگه احتیاج به اتحاد و اتفاق داریم. باید مردم از گوش و کنار شاه جمع کنیم. بریم جلوی ارک تا صدامون به گوش شاه برسه. برادران، یادتون هست چند وقت پیش ما چقدر ضعیف و ناتوان بودیم؟ حالا برای اتحاد و یک پارچگی که بینمون به وجود اومده این همه اهمیت پیدا کردیم. از طرف قبله عالم برای میرزای آشتیانی انگشتر الماس فرستادن و پیغوم دادن یا قلیون بکشه و تحریم استعمال دخانیاتو بشکنه یا از شهر بره بیرون. اما آقا انگشتر پس فرستاده، گفته حاضرم تعبید بشم اما حکم نمیشکنم. رفقا، دیگه کار از این حرفا گذشته. باید حرفای ما به گوش خود شاه برسه. فرار کنید. فرار کنید. فرار شد. بیاید. هر طور شده باید دستگیرش کنید. درو بشکنیم بریم تو. امونشو نده. قربان. کجا هستن؟ دستگیرشون کردی؟ هیچ کس فکر دارم. از فرار کردن شماها خودتون با اونا هم دست هستین. اگه پیداشون نکنی میذارم همتون رو شقل کنن. دستور تیراندازی صادر بفرمایید. شما بی عرضه ها نتونستین یه مشلاتو دستگیر کنین؟ فایده شماها چیه بی شورای تل لش؟
باید هر طور شده اون پسر علی را بگیرید. من اونا رو بیدم تو همین خونه هستم. الان علی رو پشتبان دیدم. دنبال من بیایید. زود باشه. مامیرو ما از پشتبان نگاه میکنم. برو از خرما مهد اگه سایش ندیدی ما تیر بزنیدش. شما با من بیاید. حرفشو آنه یا چرا میدویدی؟ چیه؟ چرا نفس نفس میزنی؟ خیال کردی زرنگی نه؟ ببین آیا یه مشکول زرد باست کنار گذاشتن. چقدر؟ برید کنار بچه ها، یه کار خصوصی دارم. برید برید بگی من گرسم برد بگیم بزرشون چندی کنیم، ما تمه کنیم. خیال کردی میتونی از چنگ فرار کنی؟ دوریدشون اداره انگلیس ها، یالا ما تلا کنی. اوه چه خبر دارید شما تازه؟ صاحب سردسته شورشیار پیدا کرده من او بسیم باشد. کی هست او؟ آقازاده آمیز داوود خان. تمام اسناد محرمانه شما هم پیش اون بود. این دروغه. من ثابت کنم. که این تو؟ متاسفم. بدون شک اسناد داوود خان داد به پسرش. So sorry for you داوود. Good day, gentlemen. خوب چه چاله؟ از جنگ ما خلاص کنی؟ از دست ما خلاص نمی‌کنی؟ بله، به ما خیانت کرد. اون اعلامیه داده که انگلیس‌ها 48 ساعته برن. اونو پدرش به ما خیانت کردن. خودش رفت جهنم. صاحب اجازه میدین خلاصش بکنه؟ هر دوشون محاکمه میکنن. از دست ما خلاص نمیشی. اینو به تو میگم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اگه کوچکترین صدمه‌ای به من بزنی، تیکه تفرقه. مستر جکسون، این روزای آخر زندگیته، معلوم میشه حسابی ترسیدی. احباب، اگر باز هم از این مزخرفات گفت، تو رو مثل یک سر پرید، سرگه چی باشید؟ بکنم، آمارو چرا از چه سر هست؟ بگیرش! میتونم الان به خاطر تمام این جنوبی هست بکشم جکسون. اما اگر تو پایان نهرت بقرار از ایران نرید، این وقت با دست خودم میکشمت. میکشم تو، در رو باز کن! Bastard! Get up, Bastard! Attention! Open the door! Somebody open the door here! Nigga! Ali! Marguerite! Very pichu! آه تو چرا زخمی شد؟ نه نه چیزی مهمی نیست. آه چرا زخمی شد؟ باید حتما پانسمان کرد. پانسمان میخواد چیکار کنه؟ یه زخم کوچیکه. خودش خوب میشه. فکرش هم نکن. هیچی نیست. چیزی مهمی نیست. آه صدای تیراندازیه. حتما دوستان من هستم. بیدارشید من نه. نگذارید اجانب حقوق حقه شما رو قصد کنن. میشه جلوی اون توپ ها رو گرفت. گوش کنید مردم، توجه کنید. امروز ما اومدیم جلو ارگ شاهی تا صدامون به گوش عالم برسه. خارجی نباید تو کار ما مداخله کنه. امتیاز کمپانی تان به حمایت لغو بشه. به خدای لایزار، اگر یک جا ایمان حمد داشتیم استعمارچی را از مملکت هم تیرون میریدیم. نترسیم مردم، Oh!
شکایت های نالایق. بروید مردم را ساکت کنید. چاچر هیچ وقت وجود مبارک قبله عالم رو تا این حد ناراحت ندیده بودم. بله، با این اوضاعی که پیش آمده مردم بر ضد انگلیس ها تحریک شدند و کم کم داره اوضاع صورت خطرناکی به خودش میگیره. از اختیار حکومت خارج شده. بله قربان. بنشینید. بدتر از همه این تیراندازی ها و کشت و کشتار بی سابقه است. تکلیف چیه؟ نمیدونم چیکار بکنم. این رقابت و چشم و همچشمی بین روس و انگلیس بالاخره ما رو فنا میکنه. خدا نکنه. قربان بنده یک نفر رو که فعلا سلسله جنبان اختشاشه، همون محمود خان وزارت خارجه رو که با آقایون علما هم تماس داره، خواستم بیاد پیشم. شاید بتونم با نصیحت اونو ساکت کنم. خوبه، کار به قاعده ای کردید. قربان، وزیر مختار انگلیس و جکسون صاحب در وزارت خارجه منتظر بنده هستند. معطلشان نکنید. زودتر برید، شاید حضرات رو یک جوری راضی کنید، قائل را بخوابونید. زلالی مرتضی. شما هم برید. برید برات خفت و امور بپردازید. بفرمایید. ابو تراب، می‌بینید چه گرفتار شدیم؟ Good morning. خیلی خوش آمد. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. اگر اجازه بفرمایید، میجر جکسون به عنوان مدیر کمپانی انحصار تنباکو رسماً حرفایی دارن که بزنم. بفرمایید، خواهش میکنم. Please, بفرمایید. متشکرم. از لندن تلگراف رسید. رؤسای کمپانی دیگه حاضر نیستن قرارداد انحصار را با وضعی که در ایران هست و جان اتباع ما در خطر ادامه میدن. پس جریان 48 ساعت رو شنیدین. برای اینکه دوستی ما به شما ثابت شد، میستر ارنستین مدیر کل از لندن برای آخر مذاکره آمد اینجا به مهلت 48 ساعت، فقط یک روز. ما میستر ارنستین اومده؟ بله. اگر شما غرامت و خسارات ما پرداخت، ایشون قرارداد باطل کرد و از این به بعد انحصار به دست خود شما خواهد بود. خسارات و غرامت روی هم رفته چقدره؟ مخارج ما با پیشکشا جمعاً حدود 900 هزار پوند. مبلغ زیادی نیست. میتوانید از بانک ما قرض کنید. ولی متاسفانه بانک شاهی شما به ما وام نمیده. از جناب نخست وزیر انگلستان خواهش کردم دستور بدن، اما دولت شما اعتبار نداره. پس با لغو قرارداد انحصار موافقید؟ Yes, of course. و خسارتتونم میخواید؟ بله. دولت انگلستان در هیچ کجا برای ضرر سرمایه گذاری نکرد. درآمد و خسارت باید پرداخت بشه تا دینار آخر. خب پس ما مجبوریم از روس ها پول قرض کنیم. چاره ایم جز این نداریم. خوب است، من به لندن تلگراف کنم و از وزیر خارجه خواهش کنم که با اعطای وام به شما موافقت کنند. اگه این کمک صورت بگیره به عرض قبله عالم میرسونم. پیشونم خوشحال خواهند شد. اگر معاون دوله، این کار هر چه زودتر باید تمام میشه. لطفا آقایون، پاینده. روز بخیر. برای این چه سر و صدای مردم بخوابه، هرچه زودتر اعلان لغو انحصار تنباکو را بین مردم منتشر کنید. قربان، آقای میرزای آشتیانی گفتن که فقط امضای رئیس کمپانی را قبول دارن. خیلی خوب، برید به کمپانی و پیغام بدید که هر طور شده القای قرارداد و امضا کنن. قربان، بقیده من بهتره بگن که فرمایش قبله عالم. خیلی خوب، زودتر برید بگید فرمایش قبله عالمه. بفرمایید، من امضا کرد. ببرید به مردم نشان دهید. برید، من میبرم. شما لازم نیست میرزا داوود خان. ابو تراب خان، بفرمایید. این لغو قرارداد. متشکرم. از آنجا که با شما دوست صمیمی، خواستم این کاغذ شما به امیر سلطان داده. متشکرم جکسون صاحب. این داوود خان مسوج به مرگ. مرگ؟ او به ما خیانت کرد. مدارک مهم کمپانی او به سرقت برده است. من به شما هشدار دادم. او دیگه تحت حمایت ما نیست. خواستم شما این موضوع بدانید.
خیلی وقته که منتظر این فرصتم. موفق باشید. منم امیدوارم که هر جا میرید موفق باشید. Thank you. با کشف این خیانت بزرگ شما از امروز در دستگاه ما کاری ندارید. این نتیجه 25 سال خدمت من؟ شما فقط به ما خیانت کرد. به هر حال صفحه انحصار تنباکو برای ما در ایران بسته شد. میجر جکسون، در هندوستان کارهای مهمتری انتظار شما را میکشه. کارها در هندوستان بهتر از ایران. That's right. به خصوص که در آنجا داوود خانه هم نیست. داری انتقام تو از میرزا داوود خان بگیری. آه چشم. سلام قربان. اینجا چی کار داری نایم؟ قربان رد پاشو پیدا کرد. رد پای کی رو؟ علی خان عرض میکنم. الان تو خونه هست. غیر ممکنه جرأت کرده باشه بیاد اینجا. بهتون که خلاف عرض نمیکنم قربان. حقشو میذارم کف دستش. این مایه ننگو به درک میفرستم. اشتبرام؟ 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 کجاییم؟ بلا. این پیشور کجاست؟ پسرم رو میگم. ندیدمش قربان. نایب میگه اومده اینجا. برو بگرد پیداش کن. چشم قربان. آهای فاطمه، جهان، سریا، اگه جرعت داری بیا اینجا. با من چی کار داشتی؟ من اینجا چی کار دارم؟ تو پدر سوخته آبروی من بردی. 25 سال برای انگلیس کار کردم، زحمت کشیدم، همه رو از من بردی. تو باعث شدی که انگلیس رفاقت خودشون رو با من قطع کنن، من اخراج بکنن. من که یه عمر زحمت کشیدم. یه عمر زحمت کشیدی و نوکریشونو کردی. دستمزدتو دادن. برای من آبرو نذاشتی. اون همه احترام و توجهی که حضرات انگلیس‌ها به من داشتن برای کارهای بچگانه و حماقت‌های تو از بین رفت. زندگی من از بین بردی. حیثیت من از بین بردی. نوکر خارجی بودن که حیثیت و آبرو نداره. اگه دست از اونا بکشی تازه حیثیت پیدا می‌کنی. تازه شرافت پیدا می‌کنی. داری منو نصیحت می‌کنی احمق بی‌شعور؟ تو چه می‌فهمی آبرو و حیثیت چیه؟ آمیز داوود خان، بهتر احترامش رو داشته باشی. آمیز علی خان پسر شماست. ببینم شما ها دیگه چی هستین؟ آقا میرزا تعجب میکنم، ما رو نمیشناسی؟ اوضاع عوض شده، بهتره چشاتو باز کنی و مردم رو ببینی که با شکم گرسنه جونشون رو فدا میکنن. ولی شما ها برای خوشی و مقام مملکتتون رو میفروشید. این فضولی ها به تو نیومده. از اینجا برید بیرون. گرفتیمش. بیوک خانه که خودش رو رعیت روس معرفی میکنه، خودش میگه انتقامش رو گرفت. اما ما حتم داریم که دست انگلیس ها تو کار بوده. تو حق داشتی پسرم. خارجی ها فقط دنبال منافع خودشونن. آخرم منو کشت. منو ببخش پسرم.
ملک مردم باشن و با غیرت. ما باید نسل وطن فروش ها و بیگان پرستارو از خاک وطنمون بر بیاندازیم. گوش کنید مردم، گوش کنید مردم، گوش کنید، گوش کنید. تمام این بدبختی و عقب افتادگی ما زیر سر همین استعمارچی هاست. ما باید ریشه اونها رو برای همیشه قطع کنیم. نباید آلت خیانت و ابراز زشت وطن فروش ها بشیم. ما امروز با یک انقلاب واقعی، با یک اتحاد تاریخی دست استعمارچی رو از خاک وطنمون کوتاه کردیم. دیگه نباید بذاریم که اولیای امور با گرفتن رشوه و پیشکش امتیاز انحصار تازه بکنید. مستر جکسون، همین پا به رهده ها بساط زوردوی تو رو به هم ریختن. باید اینجا رو سرش خراب کنیم. دوش کنید مردم، صبر کنید، دوش کنید. اگر رجال ما بیدار بودن، این طمعکار بی انصاف جرأت نداشت دین و ایمون رجال نالایق و بی کفایت ما رو بخره. اگر رجال ما به جای عیاشی و پمپروری به فکر مردم بودن، مردم فقیر و بی سواد و محتاج نمی شدن. با اون وقت خارجی جرأت نداشت هرچه بخواد مفت به دست بیاره. حمله کنید مردم، باید این خانه فساد نابود کنید، باید این خانه فساد از بین ببرید، این مرکز ظلم و بی‌عدالتی رو خراب کنید، این محل قارت و تفاضل رو تعطیل کنید. نوشته سردنش رو بکشید پایین، بکشید پایین، نترسید. دیگه بساط کنترلی انحصار تنباکو برچیده شد. این تازه شروع کار ماست. لحظه ها بی تپش، چشمه ها بی جهش، آسمون بر تنم کفن خونین بکش. مانده پاها بگه تا به کی سوز دل، بر جبین داغ ننگ، بر دوار و خجه. فتنه ها پا گره، شعله بالا گره، جوشش چشمه ها جوشش از ما گره. فتنه ها پا گره، شعله بالا گره، جوشش چشمه ها جوشش از ما گره. یه خورده دیگه راه بیانی برسیم پیداش کنیم.